سرخط خبرها تحرکات گسترده ارتش ایران در مرز با افغانستان افزایش بی سابقه هزینه نظامی ایران ایران از نظر هزینه های نظامی به رده چارده جهان واکنش وزیر خارجه اوکراین به هشدار لاوروف درباره جنگ جهانی سوم تانک آلمان در راه اوکراین و اردوغان بایدن نست کشی نامیدن کشتار ارامنه را پس بگیرد. سلام به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید. گزارش ها درباره تحرکات نظامی ایران در مرز افغانستان همزمان با انتشار تصاویر و گزارش هایی درباره تحرکات نظامی ایران در مرز افغانستان وبسایت خبر آنلاین نیز از استقرار نیروهای لشکر 88 زرهی زاهدان در این مرز خبر داد. است کاربران رسانه های اجتماعی از بامداد سهشنبه شش مردی بهشت با انتشار تصاویر و ویدیوهایی از تحرکات نظامی در مرز ایران و افغانستان خبر دادند پس از آن وبسایت خبر آنلاین نیز با انتشار ویدیوی کوتاه از سفارایی و استقرار نیروهای لشکر 88 زرهی زاهدان در مرز افغانستان خبر داد در ویدیویی که خبر آنلاین منتشر کرد، تعدادی تنگ و خودروهای زرهی ایران در حال حرکت به سوی مرز افغانستان دیده می شوند. برخی کاربران نیز ویدیویی منتشر کردن که تخلیه پارکینگ گمرک مرزی دوغارون را نشان می دهد و فردی در آن میگوید این پارکینگ را تخلیه می چون گفتند امشب قرار است جنگ شود. افغانی را در جنگ میشه رو همچنین کاربرانی در افغانستان ویدیویی مبنی بر حضور هلیکوپترهای ارتش ایران در مرز دو کشور منتشر کردند در روزهای اخیر گزارش های درباره درگیری مرزی میان نیروهای طالبان و مرزبانان ایران در مرز دوغارون اسلام قلعه و آماده باش نیروهای دو طرف منتشر شد و خبرگزاری تصنیم از بسته شدن موقت این گذرگاه مرزی خبر داد حسن کاظمی قومی نماینده ویژه ابراهیم رئیسی در امور افغانستان دلیل این درگیری را جاده سازی بدون هماهنگی قبلی توسط طالبان و نقض مرز اعلام کرد با این حال ها های افغانستان از جمله تولو نیوز به نقل از مقامهای طالبان دلیل تنش مرزی را ورود غیرقانونی یک خودروی نظامی ایران به خاک افغانستان اعلام کردند از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی و طالبان چندین بار با یکدیگر درگیر شدند. سیپری ایران از نظر هزینه های نظامی به رده 14 جهان رسید است. مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم سیپری در تازه‌ترین گزارش سالانه خود اعلام کرد که هزینه های نظامی ایران در سال 2021 میلادی 11 درصد رشد داشت و به رده 14 به جهان رسید. بر اساس تازه‌ترین گزارش سالانه سیپری که روز دوشنبه 5 بهش منتشر شد، هزینه های نظامی اعلام شده ایران در سال 2021 میلادی بیش از 24 میلیارد و 600 میلیون دلار بود. با اینکه این رقم بودجه اعلام شده است و باستاب دهنده ی هزینه های مخفی نیست، با این حال نسبت به بودجه سال قبل از آن افزایشی 11 درصدی نشان می دهد. بنابراین گزارش بودجه سپاه پاسداران نیز در سال 2021 نسبت به سال قبل از آن 14 درصد رشد داشته است. سیپری با تاکید بر اینکه اطلاعات و داده های این گزارش تنها متکی به داده های عمومی منتشر شده از سوی دولت هاست گزارش داده دست کم 34 درصد از بودجه نظامی ایران به سپاه پاسداران اختصاص دارد. بودجه های هنگوف مربوط به فعالیت های مخفیانی که سپاه پاسداران و همچنین تأمین مالی و تجهیزاتی گروه های نیابتی جمهوری اسلامی باستابی در بودجه علنی و عمومی ندارد. در تازه ترین گزارش سیپری نام اسرائیل در رسپای پانزده و پایینتر از ایران ذکر شده است. بر اساس گزارش سالانی مؤسسه سیپری، هزینه های نظامی کشورهای جهان در سال گذشته میلادی حدود 7 درصد نسبت به سال قبل از آن رشد داشت. بنابر همین گزارش مجموع هزینه های نظامی جهان در سال 2021 به بیش از 2113 میلیارد دلار رسید که رقمی بی سابق است. آمریکا، چین، هند، بریتانیا و روسیه در رده های اول تا پنجم رتبه بندی کشورها بر اساس هزینه های نظامی هستند. واکنش وزیر خارجه اوکراین به هشدار لاوروف درباره جنگ جهانی سوم سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز دوشنبه ضمن تاکید بر اینکه مذاکرات صلح با اوکراین ادامه خواهد یافت درباره احتمال واقعی که وقوع جنگ جهانی سوم هشدار داد دیمیتری کولبا وزیر امور خارجه اوکراین در واکنش به اظهارات همتای روسیه یش در توییتر نوشت روسیه آخرین فرصت برای حراساندن دنیا از کمک به اوکراین را از دست داد بنابراین الان دارد از خطر واقعی جنگ جهانی سوم صحبت میکنیم این فقط به معنای این است که روسیه شکست در اوکراین را حس کرده است بنابراین دنیا باید حمایت از اوکراین را مضاعف کند تا ما چیره شویم و از امنیت اروپا و جهان موشک قاره پیما در دستان ایران سردار اسماعیل کوسری روز دوشنبه در سخنرانی خود در همایش پنجه شکسته با ذکر خاطر ای از شهید حسن تهرانی مقدم پدر موشک ایران گفت در زمان شهادت وی ایران به تکنولوژی موشک قاره پیما دست یافته بود وی از ذکر جزئیات بیشتر در این رابطه خودداری کرد موشک بالستیک قاره پیما به موشک های بالستیکی گفته می شود که برد مفید آنها بیش از 5500 کیلومتر 3400 مایل باشد. همزمان با ارسال تسلیحات و تجهیزات نظامی توسط ناتو و همپیمانان غربی اوکراین به این کشور منابع آگاه دولت آلمان اعلام کردند که برلین تسلیحات سنگین از جمله تانک و سامانه دفاع هوایی در اختیار اوکراین قرار میدهد به گزارش اینا خبرگزاری فرانسه امروز شنبه به نقل از منابع آگاه دولت آلمان نوشت که برلین مجوز تحویل تایم به اوکراین را صادر می کند. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از روزنامه زود دویچه گزارش داد که آلمان متحد در اختیار قرار دادن سیستم های دفاع هوایی گپارد به اوکراین شده است. این روزنامه آلمانی افسود کریستین لامبرشت وزیر دفاع آلمان قرار است در دیدار روز سهشنبه با متحدان در پایگاه هوایی رامشتاین آمریکا در آلمان این مسئله را مطرح نماید. اولاف شورد صدر آلمان به خاطر ارائه نکردن تسلیحات سنگین تانگ و توپخانه هویترز به اوکراین در داخل و خارج این کشور مورد انتقاد قرار گرفته است بخش زیادی از انرژی کارخانه ها و کارخانجات آلمان از طریق روسیه تامین می شود و برلین نگران استفاده مسکو از این ابزار علیه خود است و نسبت به دیگر اعضای ناتو درباره حمایت از اوکراین محتاطانه تر عمل می کند اردوغان بایدن نصر کشی نامیدن کشتار ارامنه را پس بگیرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با انتقاد از تصمیم جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در برسمیت شناختن کشتار ارامنه در سال 1915 با عنوان نصر کشی آن را بی اساس و خلاف حقیقت نامید. به گزارش یورو نیوز اردوغان در یک کنفرانس خبری پس از جلسه سه ساعته کابینه دولت در آنکارا سخن می گفت از رئیس جمهور آمریکا خواست فورا این تصمیم را لغو کند او با بیان اینکه تصمیم بایدن با میتواند موجب برهم خوردن روابط دو جانبه و کاهش آن شود ابراز امیدواری کرد که هر دو رئیس جمهور در اولین نشست حضوری در ژوئن دوره جدیدی را آغاز کند جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه 24 آوریل 4 اردی بهش همزمان با 106 مین سالگرد کشتار ارامنه در امپراتوری عثمانی در سال 1915 از این واقعه به عنوان نسل کشی یاد کرده بود. به پایین خبرهای این ساعت رسیدیم. ممنون که تا پایین به ما همراه بودید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.